با سلام، سری برنامه های جدید نام ها و یاد ها و این بار شانسی برای من در حضور آقای نعمت آذر. در این سری برنامه ها با ایشان شاعر، نویسنده، فعال سیاسی، استاد دانشگاه، نویسنده موضوعات بسیار است و برای همین اجازه بدید ضمن قدردانی از ایشان اولین پرسش رو اینگونه آغاز بکنم. آقای آذر، با تفاوت هایی که در شما سراغ داریم، من معمولا در این سری برنامه ها از ابتدای جدول حیات و تاریخ شروع میکنم تا به امروز، اما از اونجایی که شما استثنایی هستید و خیلی از کاراتون شبیه به دیگران نیست، میخواهم از امروز پاریس شروع کنم. شما یک کلاس های درس دارید، شعر شناسی، و باید بگویم که تعداد شاگردانی که در سنین بالا میان به منزل شما و شما از اونا پذیرایی میکنید و به قول معروف در مکتب رو به اونها باز کردید بسیارن. نمیخوام طولانی صحبت کنم، این کلاس ها چیست؟ این کلاس ها چندین و چند ساله که در پاریس به وجود اومده و پیشینه این درس ها باز میگرده به سالهای انقلاب و پیش از تعطیلی دانشگاه ها. به همینجا لازمه که برای بسیاری از دوستان جوانتر به خصوص بگویم این رو که یه تجربه تاریخی در ایران به وجود اومد و اون در فاصله فروپاشی نظام پیشین که در بهار 1158 که دانشگاه بازگشایی شدن از پس چندین و چند ماه تعطیلی، اون وقت این از نخستین روزهای تشکیل دوره های جدید کلاس ها در دانشگاه ها از بهار 52 تا از بهار 58 تا وقتی که برنامه انهدام فرهنگی به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه ها پیاده شد. منظورتون بستن دانشگاه هستید؟ بله بله، که 1160. این دو سال نیم تحصیلی یک فرصتی پیش آمد که خب باید آرزو کنیم که دو مرتبه پیش بیاد و اون دانشگاه بستن دانشگاه منظورتونه؟ بله، نه خیر، این دو سال نیم فرصت بله. یعنی از بهار 58 که بازگشایی دانشگاه در نظام جدید شد تا نظام جدید پایه‌های خشونت و قدرتش رو سفت کند و بعد بیاد سراغ دانشگاه، طبیعتاً این دو سالی طول کشید. و در واقع این کلاس ها ادامه همون نوع تدریسه؟ بله، خواستم بگم که در اون فاصله ها که بسیار پرشکوه بود در جهتی که تو راهروهای دانشگاه ها نمیتونستی راه بری، بعضی که کتاب چیده شده بود. البته بگویم که در همون فاصله هم 12,000 عنوان کتاب در آمده بود در ایران و غالبا، البته اینا مربوط به فیزیک و شیمی هم نیست، اینا مربوط به علوم انسانیه. خواستم بگویم که اونجا در اون هنگامه من وقتی که تو دانشگاه هنر وارد عمومی تاریخ فرهنگ ایران میخواستم درس بدم، به این نتیجه رسیدم که چیکار کنیم که از سیرت شیخ فضل الله های نوری معاصر در امان باشیم. گفتیم که حافظه تاریخی ایران به عنوان متن درسی انتخاب میشود. در پناه نام حافظ و دیوان حافظ به همه شاعران پرداختیم. بله، به همین پرداختیم و ضمناً یادمون باشه که حافظ از اون سوی تاریخ ایران، از اون سوی تاریخ ایران حافظه جمعی ماست تا قرن هشتم که دوره خودشه و بسیاری از مسائل قرن هشتم ما هنوز مبتلا به همونه. واعظون که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خدمت میروند اون کار دیگر میکنن، این معاصر دیگه با لیست حقوقی. بله. آقای آذر، من گفتم بله. شما بله، خواستم بگم که این کلاس ها در اینجا از این باب با این عنوان شروع شد که حافظه تاریخ ایران، که در اساس ما بر بنیاد این پیش‌فرض هست این کلاس ها که در ایران ما تاریخمون رو نتوانستیم بنویسیم، تاریخمون رو سرودیم و گاه نواختیم. برای همین است که من به مسئولیت علمی خودم ادعا میکنم اگر کسی تمامت عمرش برای بازشناسی تاریخ ایران بگذارد اما شعر فارسی را از رودکی تا نیمات تا فروغ نداند و نسنجد و حس نکند، از تاریخ ایران چیز دندونگیری به دستش نمیآید. ما میکوشیم اینا رو به بچه ها بگیم. بسیار کار درست و پسندیده. البته من کوچکتر از اینم که کار شما رو تایید کنم، اما
داوطلب و خواهان خیلی از اشعار شما هستم، نعمت آزرم شاعر، چه اونجایی که انسانی است، چه اونجایی که ملی است و چه اونجایی که سیاسی است، حتی اگر با بعضی از اونها فردی موافق نباشم. نمی شود با شما گفتگو رو آغاز کرد و شعری از شما نشنید. بله. می شود اون شعر مورد علاقتون رو؟ بله. در مورد ایران و بودنتون و هجرت، همه اینا هست، منتها اگر اجازه بدین به مناسبت که این روزها در همه رسانه های فضای مجازی بویژه به مناسبت سال روز اون فاجعه ملی کشتارهای در 67 اون من با اون شعر رو آغاز خواهش میکنم. در این فاصله که شما شعرتون رو آماده میکنید و کتاب، میگفتم که همه چیز با شما متفاوته. در روز ضبط و فیلمبرداری 25 ماه اوت، یکی از گرمترین روزهای 100 سال گذشته پاریس رو داریم تایم میکنیم. بیرون 37 درجه است و داخل اتاق شما با پروژکتور اینا فکر میکنم خیلی با 50 فاصله نداشته باشیم. خطابه برای با همان خفتگان بیدار، پیشکش به مادران خاوران، با شعله افروزان زرین و بنفش بیشزار شامگاهان می شود آغاز. در دور دستان بیابانهای ناگاهان مزارستان، اون گورکن آهنتنان چنگ پولادین، شبکاری پوشیده را قرآن، با پنجه های ناشتا گوداشیار ژرفنای مرگ می کاوند. هم از برای عاشقان زیباترین فرزانگان میهن من، میهنم ایران، آنان که آزادی انسان را و آبادی خاک نیاکان را زنجیر بر دستان همانا استواران ایستاده اند باری بر سر پیمان. دیگر پدرها نیک می دانند که در تکاپوشون برای جستجوی گور فرزندان، با پشت خاک تازه بینام در هر جای میعاد باید داشت. اون پشته ها را می توان هر بار نامیدن و افروختن با شعله اشکی به نام و یاد دلبندان. و مادران و همسران سوک، اون نسترنهای شکسته، داغداران شقایق ها، دانستند این را که ناچارند در دست های جستجوهاشون گل های پرپر را رها سازند روی بال های باد ها، با نام فرزندان، با یاد همهدان. باد پریشان سحرگاهی هنگام کن گلبرگ ها را بر فراز گورهای با همان یاران، آهسته می گرداند از این رو به دیگر روی، تقویم میهن می شمارد برگ های آخر فصل شقاوت را تا صفحه پایان. تاریخ هم از اندام مجروحش حیران غبار آزمون آزرخش استخوان افروز را آزرده می روبد با این چنین سنگین ترین تاوان. و موج‌های شعله و طوفان افشان به روی خاک، برمی‌دمد خورشید افروزان. آقای اعظم، باید گفته باشم که شما و خانم گرگین دو متفاوتی در مورد زندان. هر دوی شما سالهایی رو در زندان بودید، اما هرگز از زندانی بودن خودتان هرگز نمیگویید و معمولا دلسوز زندانیان دیگر هستید. البته به زودی با خانم گرگین هم گفتگو خواهم کرد. میدونم به دفعات سالها در زندان بودید و باز میدونم که وقتی که انقلاب شد شما خیلی سریع، بیشتر از اون چیزی قابل حس باشه، با اینکه با آقای خمینی دیدار داشتید، یکی از معترضین جدی به این انقلاب و راه و روش شدید. وقت کمی داریم، اما هر چقدر بگویید برای ما بسیار با ارزش. بله، این در پاسخ می باید بگویم که نخستین بار که من زندان رو جدی تجربه کردم با بهار 1350 خورشیدی بود. سهوری مجموعه معروف شعر من در پاییز همون 49 منتشر شده بود که البته پرفروش‌ترین کتاب در اون سال‌ها میکنم. بله، تا
دو سه هزار شماره چند دفعه چند روزه تمام شده بود و من بی خبر خراسان بودم. بعد برادرم دکتر شریف شفیعی کتکنی به من اطلاع داد که چون یه هفته بود کتاب تموم شد، من از طرف تو اجازه دادم 5000 تا دیگه چاپ بشه. بعد اینا آمد پنتش بشه، کتاب ظاهرا توقیف شد، اما رفت در چاپ های زیرزمینی خودش رو توضیح میکرد تا آستان چندین ماه به انقلاب که 10 بار این زیر چاپ های زیرزمینی شده بود. اونگاه که سانسور رسما لغو شد، انشارات رواق با من قرارداد بست، دومین چاپ رسمی سوری 50000 نسخه که یه چیز خیلی شگفتیه در تاریخ کتاب. باری اونم شعر در کتاب سوری زندان من در این بار رابطه است که کتاب منتشر شد، کتاب جمع شد، کتاب توقیف شد، اما من توقیف نشدم آغاز. اما چند ماه بعد مبارزه مسلحانه فدایان که شروع شد و از اونجا که به امیر پرویز پویان و بسیاری از اینا دوستان و نمیخوام بگم شاگردان من، دوستان جوانتر من بودن و برای سازمان امنیت دیگر مقدور نبود که بتونه تفکیک کنه از هم که من و تو یک رابطه دوستی انسانی. و شاگردی و استادی و اینها داریم، ولی تو میری با جوانترها و سازمان خداتون تشمیم و من در جریان نیستم. چنین بود که بعد ما بازداشت شدیم و سه روز سه ماه در دادگاه نظامی اول به سه سال زندان محکوم شدیم که البته با درخواست دادخواستی که آقای دادستان خواسته بود سه سال بسیار کم بود اونچه که دادگاه داد. اما در جریان دادگاه دوم که تجدید نظر بود به علت خونریزی مغزی که در زندان بر من پیش آمد، محکومیت سه ساله من به یک ماه و نیم به یک سال و نیم تغییر پیدا کرد و حدس درست بود. اون گزارش پزشکی شرافتمندی که دست بیمارستان لشکر داده بود، چرا که من چند ماه بعد از مرخصی از زندان در حالی که توی پژوهشکده‌مون مشغول کار بودم بیهوش شدم، افتادم و دو تا دو ماه و نیم در بیمارستان بودم. در هر حال بعد دوباره باز در تهران که بودیم، این زندان مشهده، یک بار دیگه من باز زندانی شدم که اون در اثر یک آدمیزادی بود که همه زندانیان سیاسی و سالها میشناسنش، یک نامی بوده به نام احمدزای کریمی. میگفتن این 300 تا دعوتی داره، دعوتی اصطلاح تو زندونه، یعنی بی خود در جب به مردم حرفایی گفته. یه 7-8 ماهی هم اونجا بودیم، اما به سرنوشت ماهی بود که در بازپسین ماهای نظام پیشین باز دو مرتبه به همون کمیته ضد خرابکاری بریم. اونجا در زمان درست وقتی بود که ازهاری آمده بود روی کار و من دعوت در 3 تا سخنرانی کردم در دانشگاه صنعتی، بعد دانشگاه شیراز، بعد دانشگاه اهواز، بعد دانشگاه شیراز باز گشتم. موضوع سخنرانی ضرورت همبستگی ملی بود، ضرورت تاریخی همبستگی ملی، و کل حرفم این بود که این جنبش یک جنبش آزادی خواهی مردم ایرانه و از آن هیچ فکر و طبقه نیست، نه فرا طبقاتیه، فرا سنفیه و در حقیقت ادامه تاریخی مطالبات مشروطیته. حتی با کلمه اسلامی در جلوی جمهوری؟ نه ابدا، نه من دارم از پیش از اون صحبت میکنم. آخه نه دیگه، وقتی آقای ازهاری موقعی بود که آقای خمینی میگفت همه چیز اسلامی. نه نه هنوز بله ایشون هنوز جمهوری اسلامی نیامده، نیامده ولی گفت، ولی او برام تیتراژش رو خونده بود. او به نیمای خودش میده، او حرف خودش میزنه، منم حرف خودم میزنم. من همچنان بر این باورم که همین الانم که من خدمت شما نشستم، به لحاظ تاریخی مردم ایران هنوز دادخواستای انقلاب مشروطیتشون متحقق نشده. الفبای جامعه شناسی سیاسی اعلام میکنه یک ایده وقتی که فراگیر می شود اما متحقق نمی شود، این جزء دستور کاره. آقای آزم، وقت اولین برنامه رو به پایان گذاشت، در برنامه بعدی با این موضوع شروع میکنیم، ملاقات شما و آقای خمینی. حتما. اما حیف هم میاد که خواهش و
پرسش اول من برای اون شعر کوتاهتون نشنیده این برنامه رو به پایان ببریم. وقتی از شما پرسیدم شما مهاجرین یا تبعیدی، گفتید که نیمی از ایران. ها بله، یک نیمه عمر بودم در میهن، با هم من و میهنم همانا یکتن. در نیمه نخست من در ایران بودم، در نیمه بعد هست ایران در من. چقدر قشنگ. با سلام، دومین برنامه نام ها و یاد ها در حضور استاد و شاعر گرانقدر نعمت آذر. آقای آذر، برای اینکه از وقت حد اکثر استفاده را بکنیم، در برنامه گذشته دانستیم بعد از سالها و به دفعات زندانی شدن انقلابی شد، آقای خمینی به تهران آمد و شما به دیدن او رفتید. چه گذشت؟ چه گفتید؟ چه شنیدید؟ برای این یک پیش درآمدی داره که حتما من باید اشاره کنم. در 1343 خورشیدی، یعنی 15 خرداد، نه حالا به شما عرض می‌کنم، در شهریور در پاییز 1343 خورشیدی، بعد از 15 خرداد 42، قریب سالی بعد، در پیوند با اعتراض به کاپیتالاسیون، در پیوند با اعتراض به قرارداد مستشارای نظامی و 200 میلیون قرضه‌ای که دولت وقت از آمریکا کرد، از نگاه اون روز من که دارم صحبت میکنم، شخصی به نام حاج روح الله خمینی یک سخنرانی بود که یکی از دوستان فاضل ما در خراسان نوار خراسان آورد برای من گوش کردن. باورم نمیشد. هم این که از حوزه روحانیتی، من بچه خراسونم، روحانیت میشناسم، مخصوصا اون طلبه ای که او وقتا بابت شعر فارسی ما، بابت شعر ما خیلی دست پاشه، آقای سید علی حسینی خامنه‌ای، که به هر صورت همه اینا رو در مراتب مختلف من میخوندم، برای من خیلی شگفت انگیز بود. دفعه دوم که گوش کردم با مداد یادداشت کردم، جمع 30 بار نام ایران آمده، 4-5 بار نام اسلام، اصلا خیلی عجیب بود. و من اونجا هیچ چیزی آشنایی با ایشون نداشتم. دو سه روز بعد یک ذهنم در یک ذهنم بعدم بلافاصله ایشون تبعید شدن. فقط برای تاریخ ایران میگم خیلی خوشبخته سخنرانی آقای خمینی در موقع اول در او اعتراض به حق رأی زنان و تقسیم اراضی اینا، در واقع شش ماده شش بهمن، هیچ واکنش اجتماعی از نگاه من نداشت در ذهن و زبان روشنفکری معاصر اون هنگام. خمینی از هنگامی وارد ماجرا شد، این که حالا او با چه نیت این برای مرگردون، این که گفته میشه دکتر بقایی رفت باید صحبت کرد که اگر میخوایی مطرح بشی باید از موضع ملی سخن بگویی، ما اینا نمیدونستیم، اینا همه باید زمان بر میگذشت. به هر حال من اونه کشیدم، دو سه روز بعد یک شعری گفتم به ای زوطن دور، ای مجاهد دربند، ای دل اهل وطن به مهر تو پیوند، نای تو خاموش همچو خشم که در مرد، جام تو ترجوش همچو شیر که در بند. بعد اشاره کردم به همین داستان اعتراض ها. این شعر البته نه جایی منتشر شده بوده و همینطور دست نوشته بوده، میخوام بگم که اما این دست نوشته به دست ایشون رسیده بوده. میخواهم بگویم که بعدها یکی از دوستان ایشون، از شاگردان ایشون،
یک ازشون یک استفتایی کرده بودن، یک چیزی هم که ایشون چیزی راجع به من نوشته بودن در پاسخ او. اینا رو نمیخوام بگم. ملاقات با آقای خمینی تو مرسه رفاه یک اتفاق بود که میتوانست اصلا پیش نیاد. او اتفاق یعنی نرفتین که ایشون رو نه 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 اصلا میگم. ما یه دوست داشتیم تو زندان تو شعبه بند سه با هم بودیم. اون آقای سید عبدالکریم ربانی شیرازی. سید عبدالکریم ربانی شیرازی یکی از آیات اعظام بود که اوائل انقلاب ماشینش چپه شد. چپه شد یا چپش کرد؟ حالا عرضم کنم اینجوری چپه شد که فقط او کشته شد، هیچ کدوم از این ششتا نگهبانش که تو ماشین بودن هیچ کدوم معجزه. این آقای ربانی شیرازی از اون پیشتر که ما تو زندون قصد همراه ببینیم در 1148 خورشیدی من در تهران بودم. اون هنگام در تهران نمیزیستیم، سفری آمده بودم خونه آقای شانسی بودیم، دوست عجمند، فامیل عجمند و شخصیت ملی مبارزمون. یک روز بعد از ظهر زنگ زدن، آقای شانسی گفت مهمان داریم. دیدیم آقای سید علی حسینی خامنه‌ای، همین آقای خامنه‌ای، بله، با یک وانت آمدن اونجا. 24 جلد تاریخ تمدن ویلدران، آقای سید عبدالکریم ربانی شیرازی امضا کرده بودن، صفحه اول با خط خوش نستعلی و شاعر بزرگ فلان فلان آقای نعمت آذر. این آقای اسدعلی آقای خامنه‌ای آورد اونجا تحویل ما داد. یه داشته باش، پس این پیشینه هست. این 48 در 52 با هم تو زندون قصد مدتی بودیم. بسیار اهل شعر بود این آقای ربانی شیرازی. تندتون رد میشن. بعد انقلاب شده. روز چندومه، هفتومه، هشتومه، هیچ کسی من... ها، با خوب به یاد من آوردید. من به فرودگاه نرفتم. دوست همکلاس همدوره عزیزم که هر جا هست به سلامت باشد، علی اسبهبودی، دکتر علی اسبهبودی، حقوق خونده، از کمیته استقبال به من زنگ زد که شما چند تا بودید به غیر از شما همسرتون؟ گفتم هیچ چیز دویا که اروپای کار داشته و من هم که نمیام. گفت مگه میشه؟ گفتم بله. گفتم گفت مگه میشه شما که اون شعر گفتین؟ گفتم درست به همون دلیل که اون شعر را من گفتم نمیام، نباید باشه. آقای اعظم شما هرگز نماز خونده بودید؟ بله، در نوجوانی ها. حتی من یک سال بابت اینکه مادرم بیمار بوده و نتونسته یک سال نمازشو بخونه، من نماز قضا بریشون منتهی تو 16 سال دیگه. بله؟ خوندن. هیچ ایبایی نه. نه نه پرسیدم بله. بله بله. اینه داشته باشید. فقط اینا خواستم بگم که... حالا قراری که برین دیدن آقای خوندن. نه حالا. هر چی آقای علی اصفهانی گفت گفتم نه. و گفتم اون که من خطاب به او حرف زدم مردی بوده در تبعید با نظامی که غلط یا درست من با او دعوا دارم با اون نظام. فکر کردم او هم از همصدای مایه. بگویم ایه فقط میگم و رد میشم. جامعه قطبی شده بوده. او جامعه وسط نداشته. او جامعه‌ای که هرچی میامدیم به زمان انقلاب قطبی میشده. یعنی یه خطی وسط کشیده شده بوده. و علی اصفهانی گفتم بابا جون اون مال او آقا. این آدمی زاد که داره میاد که آمده داره میاد. این جود چند میلیون پرواز و هوانبا میاد دوشونه چند میلیون آدم. مرا با قدرت سیاسی هیچ وقت هیچ کاری نبوده. نه نمیدونم. نرفتم. روز اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم شد. روز هفتم بود. خانه ما زنگ زده بودیم. ما کوچه رو برداشتیم. آقای یکی گفت دفتر مرسه فلان رو با کوچه خدمتون. کوچه بردیم آقای ربانی شیرازی. گله گذاری که با تو کار فوری دارم. گفتم کجای شما؟ گفت ما آمدیم. رفتیم دم در، گفتیم من فلانی هم با آقای ربانی شیرازی کارم. آمدیم رفتیم توی دفتر ایشون طبقه سوم. اینجا همون جاییست که اعدام ها رو سقف انجام میشه. به دقیقا. بعد معلوم شد همه نگرانیشون یک از من خواسته که بگه که رساله عملیاش مخواد چاپ کنه. خب گفته به هم بسیار هم تأکید داشت که قیمتی چنده. گفتم گوشی رو برداشتم، انشارات رو توسی گرفتم، یادش بخیر دوست روانشاد من محسن باقرداری، گفتم محسن جان یک کتاب 200 صفحه 180 صفحه چقدر میشه؟ چند میگفت؟ دو سالی. گفتم فوریه. گفت دو سالی. گفتم با آقا گفتم ما خیالتون از این کتاب راحت شد.
فن الان که از جمعه میپرم پیش از اینکه اینو بیام در باز شد آقای بلند بالا با چشمای روشن آبی وارد شد، آقای اشراقی بود داماد ایشون گفت که این به آقای ربانی گفت آقای آذر من گفت به به آقای آذر اما کلمه خلق تو شعرهای شما زیاده و بگم اینه یک چیزی جالب بگم که بخندین همه تو خلق در قرآن هر وقت آمده به معنی آفرینشه خلق اینجا به معنی مردم اسمی گفتم تقصیر از منی تقصیر از قرآنه که اینقدر کلمه خلق به کار میبره با آخوندی همچه چیزی بزنی گیجش کنی خیلی پایبه که ربانی شده تا خلق مرد چی گفت آقای خمینی به شما؟ همه میگن توی گردا که آمدم بلنشم آقای خمینی داشت میامد از تلیه چیز بره بره نماز ظهره آقای اشراقی دستی من گرد گفت بسار اولین بار رفت جلو معرفی کرد تا اون لحظه هرگز ما نیده بودیم و این گفتم یک اتفاق بود آقای خمینی منه که دید منم روزای انقلاب دیگه مثل نفری که از زندون مرخص شده کاملا آقای یوسفی اشکبری هم همین استقلالش رو بودم که خودش روحانی بود گرفتم بوسیدم یه تکونشتم نزی بود عبا عمامه بیفته عمامه خودم گرفتم اولا حیرت کرد ایشون نگاهی که به من کرد اولین چیزی که من از نگاهش حس کردم حیرت بود برای که من دارم از 57 صحبت میکنم او حساب که 43 چند سالش بوده من همیشه کمتر از سنم گویا دیده میشم حتی امروز این بود که مثلا این 43 قصیده اونجا گفته بحشت شعرشناس ایشون قویه شعر حالا بعد خیلی جالب بود که آقای خمینی گفتن که من با همه شرافت اخلاقی و علمی واژه واژه نقل میکنم آقای خمینی به من واژه واژه گفت هنگام اون رسیده است که جوانان امثال شما در این دولت قبول مسئولیت کنند یعنی به شما گفت وزیر بشین این همین کلمه واژه واژه بلا فاصله من گفتم که تا اونجا که من بیاد دارم از سالهای نخستین دبیرستان من احساس مسئولیت جمعی داشتم و عمل کردم اما شما بهتر میدانید که جان شاعر و به طبع جان شاعر اندام شاعر نابرد بارتر از آن است که تشریف آراسته وزارت رو حمل کند من تنها سپاهی حرفه‌ای آزادی هم انقلاب ایران تازه آغاز شده است صد نخستینش که استبداد سلطنتی ده برداشته شده اما هزار و یک منزل در راه باقی است تو همه گیرودار که بودیم آقای مطهری که خودش پرت کرد در حقیقت بین من و امام تازه شروع کرد تا آقای آزم از افتخارات و خراسان مسئولیت قرضشون از مسئولیتی که خیلی تمرین دارن فراغ تازه ما فهمیدیم که یک جوان 30 ساله به یک مرد 80 ساله داره میگه 8 میگوید که تو 60 سال غایب بودی آقا به اینجا کسی گفت حالا برای نماز میرویم من گفتم اینجا نیستم که دوستان ببینم ها پیش از اینکه این جمله دوم پیش از اینکه آقا پرسیدن چه خبر گفتم خبر خوب نیست گفت چیه؟ چه؟ نه الحمدلله همی گفتم نخیر گفتن چی؟ گفتم که همه اونها که میباید شما رو میدیدن ندیدن و آنها این که اکنون شما رو میبینن من نمیدانم اینان کیانن شما گفت چطور؟ گفتم قرار اعلام شده این بود که شما از فرودگاه میایید دانشگاه همونجا که دانشگاهیان 6 ماه در اتصابن و 4 ماه 3 ماه نیم هم هست که علمای محترمن به اونها یعنی میزبان علما هم هستن قرار بود شما تشریف این دانشگاه و نیامدید رفتید به شما شعر خاوران رو خوندین ایشون رفت به بهشت در آن اینجا که رسید گفت که عوض کرد چیز رو که به هر حال اکنون هنگام آن است که جوانان شما در این دولت قبول نشده خواست بگه یعنی دست من نبود اینا و بعد که من رو جواب گفتم یعنی گفتم که اندام شاعر نابود برتنزه گفت اکنون برای نماز می رویم ادامه داد در عرشه من گفتم چند تا از دوستان رو میخوام ببینم ها اونجا که گفتم کیها اونایی که می باید شما رو می دیدن ندیدن گفت مثلا کی گفتم یکی اون دانشگاهیان که اونجا منتظرتون بودن که اون شب میخواستم بیان شما بیان دانشگاه تهران از رئیس دانشگاه تهران آقای دکتر ملکی من تابیگر
گفت و این و دیگر این که کانون نویسندگانی که نویسندگانی که مجموعه زندانی شده سالهای زندانیشون بیش از مجموعه سلطنت پهلوی اول و آخره، یعنی بیش از 57 ساله تا یه شنید خیلی کار عجیبی پیش آمد، اصلا دیگه ادامه نداد. من رو تک به او کنار او یک آقای پیرمردی به نام مولایی یا مولوی مولایی بیا صداش کرد، گفت چرا آقای اعظم بهشون وقت ندادیم با نویسنده یا بیان اینجا؟ من باید قاعده دستوری هم بگم، ما عمر خیر میکردیم مدویات خوندیم و الف و نون جمعه در یعنی دوستان، درختان، یاران یا الف و ته یا الف و ه. ما دیدیم که یک بار میگه نویسندیا، یعنی یک یایی هست با الف که یک علامت جمع تو زبان ایشون، حتی زبان فارسیشون به دلیل سالهای سال بله. این نکته اینجا تموم خیلی مهمه که گفتم یکی او دانشگاهی ها که اونجا بودن، یکی هم نویسنده بودن که تا اینجور گفتم به روی کرد به اون آقای مولایی، گفت چرا به آقای اعظم وقت سریع ندادید؟ اونم حیرت زده شد به یکی کسی از شده همونجا در حضور ایشون تکون نمیخورد، گفت شما باید تعیین کنید کی میاد. من دیدم فردایی که نمیتونم بدم همون روز، باید به بچه ها خبر بدید. گفتم پس فردا صبح ساعت 9 صبح میام خدمتتون. هیچ کی هم مطلع نبود. این یادتون باشه که هر کسی هر جا آمد گفت ما نشستیم شورا کردیم گفتیم بریم با آقا چی بگیم، همه شوخیه. هیچ کس تا من از اونجا برنگشتم خبری نداشت. من آمدم تلفن کردم به دوستان ریاست دبیران تو تهران که آقا یه اتفاق افتاده. من این حرف رو گفتم آقا پستر چی؟ گفتم این. منو ببخشید وقت روی پایان است. برنامه آینده با اجازتون فقط یکی دو دقیقه برای اینکه جمع‌بندی کرده باشیم به این موضوع باز هم اشاره خواهیم کرد. با سلام، سومین برنامه نامها و یادها در حضور استاد و شاعر نعمت آذر. آقای آذر، بار قبل برنامه رو در اون لحظه به پایان بردیم که شما با آقای خمینی دیداری داشتید و این جمله بین شما رد و بدل شد که به نوعی ایشان از شما دعوت به همکاری و حضور در دولت رو کرد. خواهش بکنم. بله به صراحت. با اول پیش از پرداختن به هر نکته بگویم که به شهادت کارنامه موجود من و به ویژه گلخون و گلخشم دو تا کتاب بعد از انقلاب، من با سرافرازی میگویم خمینی شجاعت و خمینی معترض به قرارداد کاپیتالاسیون و اون سخنرانی معروف ایشون، اون خمینی را که در تبعید بوده بابت این سخنرانی بابت این صدایی که تنها از او برخاست و یادم باشه که او قرار دادن در دو تا مجلس در جلسه خصوصی غیر علنی تصویب شده بوده به عنوان من خمینی در تبعید ستیهنده با نظام موجود با بر بنیاد او سخنرانی ستودم و خمینی در مسند و حکمرانی را نکوهیدم و هر کسی که در ایران زیسته باشد می داند که هم آن ستایش به قیمت جان بوده و هم این نکوهش. خارج از ادبیات شیرین شما، یعنی در واقع شما دو بار مالیات دادید زمانی که خمینی هیچ کاره بود و یک بار دوباره به خود او وقتی که همه کاره و اینا همه اسنادش هم هست، شعراش هم درست. معروفه. الان هم میتونم مثلا بعد مناسبت بخونم. خواستم بگم که یک نفر میتونه اساسا بیاد به من بگوید در یه مباحثه سیاسی بگوید که اصلا تو و
بخش عمده از روشنفکری اون دوران با نظام سلطنت بی خود در افتاده بوده. خب یک نظره، ولی از من که اونجا بودم و در این ماجرا بودم، از نگاه ما کسی که می آمده است و به خصوص علی رغم سنت هزار ساله روحانیت که همیشه ما در کشور ما از اون سوی ساسانیان تا امروز قدرت دو بخش بوده، یکی قدرت نظامی بوده متبلور در شاه، یکی هم قدرت روحانی قدرت دینی بوده متبلور در موبد و بعد در آیت آده. فرق نمی کنه، منتها اینا همیشه از آستین او هر دست شرکت میکرده. حالا بگذاریم که اینم یک تجربه بوده که بار نخستین روحانیت لخت خودش آمد به میدون. به قول خودم یک بار حکومت وطن ما بدهی داشت تا فاش کند شیخ ز خود هرچه نهان است. باری به هر جهت این بوده است که داشتم اینو میگفتم که چنین بود که من اونجا که در صحبت گفتم اونا که باید شما میدن اونا که دانشگاه بودن بکار اونجا، بعد من به اون آقا آمد و از من خواست، از منشیاش که من بره پس فردای او رو وقت خواستیم و بعد آمدم خونه تلفن کردم به یاد دبیران کانون. همون شب یا فرداش در خانه ما یه جلسه تشکیل شد و نشستیم یاد باقر پرهام بخیر، متنم که باید اونجا خونده بشه نوشته شد و کلش هم فشردش این بود که ما به عنوان اعضای بخشی از اعضای کانون نویسندگان ایران در تمام این مدت این برنامه مون بوده و ما بر بنیاد ما وظیفه خود دانستیم که ما بر این باور قرص و یقین هستیم که فرهنگ کشور و پیشرفت کشور در سایه فرهنگ، فرهنگ درختی است که نمی روید جز در هوای آزادی، بنابراین ما با کانون نویسندگان ایران تشکیل شده است برای دفاع از آزادی اندیشه و بیان. بابت این قضیه در این سالهای اخیر اینقدر توی ده ساله آخر حکومت شاه ما به اندازه 57 سال که مجموع حکومت به موجب آماری که داریم از 3 سال 5 سال 7 سال دوستان زندانی شدیم. حالا ما آمدیم که انقلاب شده است، ضرورت این آزادی رو تأکید کنیم و بگوییم که آقای ازم ببخشید حرفتون رو قطع میکنم تماما به خاطر کمی وقت. بعد رفتیم 22 نفر هم بیشتر فرصت نشد که باشه، پس فردا صبح رفتیم اونجا و آقا آمدند. و فقط اینم به بابت نکته ظریفی بگم که ما رو راهنمایی کردن طبقه بالا که آقا خواهد آمد، احمد آقای خمینی اونجا بود، هر کی میدید حالت گریه شدید داشت، دست انداخت کردنش که من گفتم آقای دکتر هزارخانی، دست انداخت کردنش های های، گفت تنها بانویی که همراه ما بودن خانم سیمین دانشور بودن که چندان شباهتی هم همسر آل احمد با پالتوی. بعد گفتم آقای غلام حسین سایدی بعد انداخت دست که گردن های های، با اینکه به صدای بلند گفتم خانم دکتر سیمین دانشور، باز او همون حالت دست انداخت این مطلب برد گرفتش و متوجه شد هیچی. بالاخره ما رو بردن آقا اونجا، وقتی که نشستیم بعد ایشون آمد من برد پلو آقای خمینی، آمدیم بالا و آمدیم تو نشستیم و دوستان روبرو ما نشستن. این چند روز از ورود ایشون میگذره؟ روز هشتم دقیقاً. یعنی هنوز 22 بهمن نشده. نخه. اعدام هم شروع نشده. نه. نمیدونم چی او تا او من میدم روز هشتمی که ایشون آمدن. من هنوز 22 بهمن نشده. آقای اعظم اضافه است با اون چه که شما میفرمایید سوال من، اما شاید برای نسل جوان لازم باشه به خاطر شخصیت و زحماتی که شما در طول حیات برای فرهنگ، ادبیات و آزادی ایران داشتید، آزادی اندیشه. چه شد اولین مایه اختلاف شما با آقای خمینی نسبت به 22 بهمن 57 در چه موقعی آغاز شد؟ الان میگم. ما خیلی بسیار پرسش خوبی بود که چون یه چیز مهمی یاد من آورد. ما اونجا رفتیم و خطابه که آقای پرهام من معرفی کردم دو کلمه و گفتم که متن بیانیه که قانون نوشته است آقای پرهام میخوانم بفرمید. آقای پرهام همینا که گفتم مدون قشنگ خونده.
آقای خمینی سرش پایین بود، ما همه گمان می‌بردیم که این داره به دقت گوش می‌کنه، نکنه به دقت داشته تنظیم می‌کرده ذهنش. تمام که شد گفت کوتاه گفت که آن پدر و پسر، میان شما دانشجویان نویسندیا و ما طلبه ها اختلاف کرده بودند، چیکار کرده بودند، حالا به حمدالله همه آزادید که درباره اسلام بنویسید و خلاصه مردم رو به اسلام دعوت کنید. و خیلی فشرده و کوتاه. ما معلومیم اصلا این گوش نکرده که پرهام چی گفت یا آخر چی گفت. تنها چیزی که خانم سیمین دانشور به من اشاره کرد که منو معرفی کن، من گفتم که خانم دکتر سیمین دانشور نویسنده بزرگ ایران، نویسنده خالق رمان سوبشون، استاد دانشگاه تهران، استاد زیبایی شناسی، همچنینشون گوش میکرد تا گفتم و همسر آل احمد آخرین صفت بردم، چون شخصیت اینجا نشسته، یعنی چی؟ و تا گفتم هم به همسر شادبان آل احمد، گل از گلش شکفت. آقا گفت خدا بیامرزد آل احمد رو، من نویسنده خوب بود. یه دفعه رو کرد من گفت قرار بود اون متن با سانسور نشده غرب زدگی رو بیاره، گفتم آوردم دادم دست احمد آقا روز پیش. فکر میکنین خون؟ نمیدونم، به نظرم اون یکیه. بله اون یکی، اون یکی رو بخواست ببینه چیه، چون به اون مربوط میشه. به هر صورت بعد سیمین معرفی کردیم، سیمین دانشجو آمد جلو گفت اجازه میدین دست شما رو ببوسم، گفت نخیر آقای خمینی اجازه نداد. فکر کنم تنها مورد به خاطر زن بودن. بله حالا این اون چون که رخ داده، ما بلند شدیم و آمدیم بیرون، این بالا و پایین و آخرین ملاقات ما بود با آقای خمینی. و بعد چند روزی نگذشته بود که من آمدم 14 اسفند پیش آمد جبهه دموکراتیک ملی، 1,000,000 نفر رفتن احمد آباد. من قرار بود اونجا باشم، برنامه بود در همین گیدوتار. خیلی جالبه، بچه های دانشگاه اهواز الا و بلا گفتن من باید برم اونجا واسه ایجاد همون جبهه دموکراتیک ملی. اینا گفتم متین دفتری و پاک نژاد یادش بخیر، آقای هدایت متین دفتری، بله هدایت متین، گفتم من میرم اونجا. دیگه رفتم اونجا، شب اون برنامه اونجا چی بود بمانه. شب داشتیم رادیو گوش میکردیم، تلویزیون نگاه میکردیم، دیدیم ای داد و بیداد، همون شب آقای خمینی طاقت نیاورد، گفت که حالا باز یک عده رفتن استخوان پوسیده ها که چی بشود، اون اصلا مسلم نبوده است، او از اسلام سیلی خورده، او مسلم نبوده است و از اسلام سیلی خورد، اگر میموند به اسلام سیلی میزد. ما فهمیدیم نام جدید کودتای 28 مرداد سیلی اسلامه. دقت کردی؟ اینجا بود که من به عنوان شاگرد مکتب مصدق، کسی که سالهای دبیرستانش با نهضت ملی توأم بوده، از یه خانواده سیاسی فرهنگی میاد، دو پدر بزرگش هر دو از انقلابیون مشروطیتن، از فرزندان مشروطیتن، یکیشان نماینده مجلس دوره اول مجلس، هنوز مصدق تنها آدمیزادیه که من 4 شعر خطاب بود و درباره او گفتم. به هر حال غلط یا درست تکلیف ما اونجا روشن شد. و بعد این زنگ شدیدی بود. و دوم این که بلافاصله ما دیدیم که اصولا حتی اگر این نمی بود که بود، باز در آغاز ام فاصله گیری من از آقای خمینی، در آغاز ام پیش از این نکات فاصله گیری من از قدرت سیاسی، من بر این باور عمیق هستم قدرت حاکمیت یک نهاد ایستایه. روشنفکر اگر میخواهد در جایگاه تاریخیش باسته، باید بیرون از حاکمیت سیاسی بشه. اگر حتی اگر مثلا آدمی مثل استاد بزرگ آقای دکتر غلام حسین صدیقی که نماد اخلاق و علم و پدر جامعه شناسی ایران،
نه باید چون بخوای نخوای اونجا آلوده اون مثلا لغت چاپلوسی مال همون دور است، یعنی فقط اونجاست که آدم ناچاره. نه از اون حتی هم چاپلوسی نکنی، قدرت ایستایه. قدرت همیشه تو اگر منتقد، تو اگر منتقد میهن دوست، ایران دوست، انسان دوست باشی، باید بیرون از دستگاه در جایگاه منتقد سالم با قرار بگیری تا بتونی کارت بکنی. از او گذشته گورکی اگر قرار دور وزیر فرهنگ بشه، سرفیقه کی میخواست بنویسه؟ مادره کی میخواست بنویسه؟ بس هایی که آقای گورکی اصلا وزیر خوبی هم نمیتونست بشه. من در مورد شما مطمئنم که وزیر خوبی نمیشود. نه حتما. آقای آذر، نام ها و یاد های شما بسیاره، اما در این مرحله تقویم تاریخی دلم میخواد چند جمله هم راجع به شاپور بختیار بگید. یعنی وقتی که میرفتید دیدن آقای خمینی، اگر آقای بختیار ممکن بود که اگر دلتون بخواست حتما بود، مایل بودید او رو هم ببینید؟ اولا این رو به شما بگم که من شخصا در نوجوانی اولین جایی که ثبت نام سیاسی شده، من دانش آموز بودم، عضو سازمان دانش آموزی حزب ایران بودم که ایشون در اولش. این خود منم یادم نبود، دیدم جلد سوم کتاب آقای علی شریعتی به روایت سواک چه یک مقدار اسناد آخرش چاپ شده. یکی از این اسناد گزارش یک خبرچین سواک به سواک میگوید که گزارش داره میده، میگوید در این مال دهه 40 مثلا 45 شیشه، میگوید که در مشهد هر اتفاقی بیفتاد، هر فتنه‌ای که برپا شد، از این 3-4 نفر بیرون نیست. یکی نعمت میرزا ست هست، یکی محمود دلاتایی، یکی دو تن، یک نفر دیگه، کلی خنده میگه. بعد در کاشی هر کدوم یک معرفی نامه کوتاهی نوشته بود، نوشته بود مال من، نوشته بود که در سال دوم دبیرستان وسیله آقای کیک به حزب یکی اول مراتب ارادت خودم خواستم بگم به دکتر بختیار کلان. دوم این که شبی که او حادثه اتفاق افتاد و دست و پای ما شکستن جلو دانشگاه صنعتی، روز بعد، درست روز بعد، حادثه کارمسرسنگی پیش آمد که دست دکتر بختیار شکست. ما را از بیمارستان آورده بودن خونه. روز سوم چهارم دکتر بختیار همراه با آقای سنجابی و فروهر، نه با همراه با خانوم پروانه فروهر، آمد خونه ما. آمد به دیدار ما که استاد دست هیچ وقت نگفتود این آقای بختیار آمد خونه شما. بله، با پروانه فروهر. یعنی میخوام بگم اینقدر به ما محبت داشت. به سوای این همانی های اندیشگی، ادیب ترین شخصیتی بود که در جبهه ملی ادبیات میفهمید. پل الوار رو حفظ. بله. خیلی اصلا شعر فارسی ده، واقعا اگر بگیم 10,000 تا بیت شعر ناب فارسی در سبس بود، او شعر فارسی که کل تاریخ ایرانه. افسوس آقای آذرم، وقت ما به پایان رسید. در برنامه های بعدی باز هم به نام ها و یاد های شما خواهیم پرداخت. با سلام، چهارمین برنامه نامها و یادها در حضور آقای نعمت آذر. در همینجا گفته باشم که کل این برنامه ها 6 برنامه خواهد بود، در چهارمین برنامه ادامه سخنان ایشان، اما در برنامه ششم و آخرین فقط به نعمت آذر شاعر میپردازیم و شعرهایی که او در بیش از 50 دهه سرود است. آقای آذر، آخرین بار در برنامه پیش گفته های شما به دیدار شما با آقای بختیار خاتمه پیدا کرد. بله. وقتی که آقای بختیار با همسر فروهر به خانه شما آمد. بله، درست همون شب پیشش بود که جلو دانشگاه صنعتی ما رو بوده شده بودیم، ما یعنی خانم دکتر هما ناطق هم که تو ماشین من بود. او داستان مفصلی است. این همیاری و همراهی شما به خاطر دکتر مصدق. بله. در اون لحظه. بله، الان دارم عرض میکنم که این نه
بعد از شبهای شعر کانون اون داستان خودمون اگه بخوام بفروشو دیگه بگم این است که بعد از پایان ده شب معروف شبهای شعر در گوته انستیتو گوته، بله انستیتو گوته تو باغ شمیران، دوستان دیگه ای آمدند و در دانشگاه صنعتی ده شب دیگه به قرار گذاشتن، منتها ده شب پشت سر هم نه، هر جمعه شب که فرداش تعطیله، یکی با محمد علی محمید شروع شده روز سوم، شب سوم، شب پنجم، مال من شب سوم از آن سعید یا دوست شادروانمون سعید سلطانپور زنده یاد بود که بعد کثرت جمعیت هم زیاد بود، همون سالن 4000 نفری و بعد پلیس به علت اینکه سالن پر شده بود دیگه کسی رو راه ندادن تو، به حسرت سعید هم اون شب شب شعر انجام نداد و به اعتراض تا صبح سخ و سال، یعنی به نظر ایشون پلیس کار بدی کرد که به خاطر امنیت جان. از نگاه من دوست در گذشته شادروان در خون تپیده من سعید سلطانپور اصولا و اساسا در حقیقت دنبال یه بهانه میگشت که شب شعر رو تبدیل به یک اعتراض گسترده بکنه که شد. بعد از اون شب تا صبح بودیم اونجا، همه شعر خوندیم و سیاوش کسایی بود، من بودم، از جمله که از آدمایی که شما بشناسید هوشنگ گلشیری بود اینا. بعد خلاصه صبح آمدیم بیرون و البته پلیس هم بعد حمله کرد و کار نداریم بود. هفته بعدش که نوبت آقای بهازین بود، از پیشاپیش سر دانشگاه بسته بود، من بعد از ظهر همان روزی که نوبت آقای بهازین بود سعید سلطانپور من زنگ زد گفت که آقای بهازین مطلع شده که امشب میخواد پلیس بالباس شخصی حمله کنه و تارمار کنه بسیاری از جوانان، تو و آقای بهازین سلام سن گفته تو و بقیه بچه های کانون که میتونه برین جلو و جلو بعضی جوان ها جهر. من رو ببخشید آقای آذر، چرا ساواک اجازه میداد چنین شبهایی برگزار بشه که بعد بهشون حمله کنه؟ خب از اول اجازه نمیداد دیگه، این بنظرمنی هم از تناقضات همون دورانه که نمیدونم، من نمیتونم بهش پاسخی داشته باشم. بعد ما آمدیم اونجا که بگیم اینها، گفت که سعید عجیبی عجبا که سعید سلطانپور من زنگ زد که ساعت 3 ساعت 2 جلو کیوس که اتوبوس اونجا منزه بشه، منو با هزینم میام تو بیا، خانم ناطق هم بیاد. ما به خانم ناطق گفتیم آمد، اما از سعید و آقای بهازین خبری نشد. مدتی که گذشت جماعت جوانان هم پشت در بسته دانشگاه صنعتی اجماع کرده بودن، یه جوانی آمد پلو من گفت آقای بهازین، گفتم ولی گفت آقای بهازین سلام زدن، گفتم بریم به بچه ها بگیم که منتشر متحرک باشن که الان ماشینا دارن. گفتم آقای بهازین قرار بوده اینجا باشن، از کجا بشن؟ گفت ایشون با ماشین عبور کردن، صلاح نبود پیاده شن. من شگفت زده شدم که ما رو به سر قرار ستون بگم. حزب توده همیشه حزب اطلاعاتی بود. دقت کن. نه جالبیه که ما رو فرستاد اینجا، خودش نمیاد. تا اینجوری شد ما آمدیم به جوانا گفتم آقا لااقل از جلو در کنار به دست اینا چیزی ندین. اونا عقب کشتن، ماشین رنوم من در ضلع غربی دانشگاه کوچه باریکی بود اونجا پارک کرده بودن. آمدیم با خانم ناطق که سوارشیم، سهزار خانی و سایدی هم سرستن با یه ماشین ماشین معمولی، سهزار خانی توپید که به چیز که به فرناتق که چا آمدی اینجا اینا، اون هم لباس های پوشیده بود که خیلی میکنی جلو سربون میخیده به هر صورت گفت برین و برین، گفت بیا سوارشو، گفت سوار میشن، گفت تو ماشین نمت سوار میکنی، خیلی خوب برو. ما آمدیم سوار بشیم که برگردیم از اون پشت دانشگاه بیم به سمت خونه خودم، خونه خانم ناطق، چون نزدیک هم بود، ما امیرآباد شمالی بودیم، اون هفت سال شیرازی. تازه اونجا ما فهمیدیم که چطور شده که آدم فریب حوا رو خورده در بهشت. سر صدا که رسیدیم به جایی که دست راست بشیم، خب ما چسبید که تو رو خدا دست چپ برو میدون شهریار یه دور میزنیم، از جلو دانشگاه رد میشیم ببینیم چه خبره، فقط رد میشیم. آقا رد شدن همانا رسیدیم جلو دانشگاه، این ماشین من شب جمعه پیشش که شب سعید سلطانپور بوده تا صبح اونجا بوده، ماشین شناسایی شده. بله آقا ما رسیدیم به جلو دانشگاه که دیدیم به میلیتاریزه،
یعنی هزار تا نظامی اونا هستن و شفاف شد اون جلوی که بستن ایسی خیابونا دوتایی دیگه میدونین که بله جلو دار دو طرف حالا داریم باز میگردیم پشت به شهریات وسط گلکاری بله خیابون اول به کلی مسدود خیابون دوم یک کامیون گذاشتن فقط ماشینا یکی یکی از کنار شدن آقا ما رسیدیم اون جلو گفت بگی مادر فلان یک باتون من یادم نمیره که خلاصه ما رو کشیدن برون یک دوستا باتون زن تو سرکله شاید شاید نمیافتاد بعد باتون برقی هایی هست یکی خود به اینجای ما میده. صاف دراز کشیدیم دست پای ما گفتن یک دوست پتاب کردن تو ماشین نظامی خانم حتیقا شروع کرد به اعتراض که این کیه چیه میدونید این چی کار میکنه او ایشون هم روانه شدن آمدیم به کلانتری تو گوشه کلانتری هم ما کتک مفصل خوردیم داستان اونا وقت نداریم بعد خلاصه آخر شب که آمدن ما رو راه کنن ما گفتم سوار ماشین خودم میشم گفتن نه شما حالتون خوش نیست شما رو تاکسی کشی که کلانتری میرسونه کلانتری پشت دریان نوعه پشت دانشگاه صنعتی بیابون مانندی بود بله. چاله هم داشت به نام بله. دریان نو اون طرف شما هتل انتر کنترل بله بله دریان نو گفتن الا بلا ای شما رو میرسونه ما رو سوار اون ماشین کردن به ما رو برسن که حدس میزنم بله وارد به جای تحویل داد که همینقدر به شما بگویم چند نفر حمله کردن به ماشین رو ما رو کشیدن بیرون این بار به راستی معجزه شده که من اینجا نشستم این یکیشه من پیش از اون تو زندان خونریزی مغزی کرده بودم کافی بوده یکی از اونا پرهیبش مخورد به سر من و من در جا نبودم اما چراغای خانه ها که روشن شده بود خانوم ها آمده بودم به دم درچه های وقت من جیغ میکشتن کسی جرأت نمیکرد بیاد تو صدای زن و مردی برمیخواست تصادف به معنی دقیق کلمه 10 دقیقه بعد از این کتک بارونی که ما میشدیم یک صحنه روشن شد با چراغای قوی یک بنز عده‌ای جوان از شمال برگشته بودن خونهشون اونجا بود صدای ناله داد زنی هم که میشنیدن خیال کردن مسائل ناموسی حمله کردن ببینن چه خبره مأمورین محترم سازمان امنیت و اطلاعات کشور سوار دو تا ماشین پژو چیه بدون فقط شما شد. اونجا مضروب شدید یا دیگرانی هم بودن؟ نه دیگران نبود فقط نه خانم امان عاطق با من بود منتها بعد داغون کشیدیم رفتیم بازد به شوخی من به همان میگفتم اینقدر نگو حقوق زنان باید با مردان برابر باشه اگه ما رو پسر کش زدن تو رو دختر کش خانم همان عاطق سال پیش درگذشتن و باید گفت که ایشون مقاله مشهوری دارن در نشریه کیهان که به تمام طرفداری های خود از انقلاب و جمهوری اسلامی مهر باطل گذاشت. بله من دارم از یه حادثه صحبت. بله بله نه خواستم بله برای بله نسل جوان. بله بله بله. خلاصه این به هما نته گفتم ببین هما شانس این بود که خوشبختی بود که به هر صورت اینا سنتی رفتار کردن. پسر بخش دختر بخش تقسیم کردن. من دستم شکسته بود این جای پام و پای من. و بعد یادمه که به هر صورت اینا در رفتن ما رو منتقل کردن یه خانه اولی که بود یادم نمیره که بانوی جوانی آمد گفت من نگاه میکردم اینو دست نکنیم به من میگفت اینو دست نکنیم پتو بیاریم پتو آوردن ما رو غلطوندن تو پتو آوردن تو خانه خانم آموزگاری بود اونجا که بعد خانم ناطق شروع کرد به سخنرانی که میدونی شاعر کیه من دانشگاهی فلان ده این بیچاره ترسید خیال نمیدونست که ما سیاسی موضوع ما آدم های جوی توی گیرودار بود که اولین گروهی که سر رسیدن شادروان حسین ملک با بله. علی اصغر حاجی جوادی دوست بله. دانشمند ما گمرشت رازباد رستن سر نرش ما اما داروش و فروهرم بچه هاش فرستاده بود که من با پای شکسته برگذاشتم تو آمدن کلینیک تهران از اونجا بعد آمد میخونه و حرف دکتر زاخانه خیلی جالب بود هرچی دکترها گفتن که این باید باشه به اونا گفت که بله این کارهایی که کردین درست کنین خیلی پرستار هم بهش میزه اما بیمارستان اما چیز نیست امن نیست. نعمت شب ما بریم خونه با آمبولانس ما رو آوردن خونه دو تا خانوم هم آمدن اونجا خونه ما هم و خونه که شیخ مصادرش کرد 4 طبقه بود طبقه بالاش که کتابخونه من بود بچه ها جا داشتن که باشن به هر صورت اینم این اتفاقات افتاد در هر انقلابی گویا اینجوریه که سپاهیان
سپاهیان حرفه‌ای آزادی زحمتاشو میکشن، کتکاشو میخورن، زنداناشو میرن، محرومیتاشو بعد کتاباشو هم مصادره میکنن. نه بعد از آخر تفاوت این بود، من در فستیوال بزرگ روم سالها پیش، فستیوال بزرگ جهانی بود، از چین و ماچین و روس هم بودن، با لباس مشکی اونجا ظاهر شدم، گفتم من سوگوارم، میدانم که در این مجلس نباید سیاه پوشید، ولی من سوگوار فرهنگ و هنر میهن خودم هم هستم. گفتم من زندانی سیاسی بارها در نظام پیشین بودم، اما برای شما جالب است که بگویم در نظام پیشین، نظام پیشین به لحاظ سیاسی آزادی هنرمند را برنمیتافت، اما نظام جانشین هستی ما را برنمیتابد. به این معنا که من بارها زندانی شدم در زندان، اما زندگی ما سر جاش بوده، همسر من کارش میکرده، اما در خود شما استاد دانشگاه بودیم. در این حال من در دانشگاه من بودم. اتفاقا وقتی من آزاد شدم دو روز بعد تلفن کردی، گفت فردا بعد ببین شما سر کلاس، چون شما وقتی سر کلاس نباشید ما بیشتر نگران. خیلی از مخالفین حکومت سلطنتی حتی شغلای دولتی داشتن. نه من میخوام، من به عنوان، من باید به عنوان یک حقیقت بگویم که اول اون جمله تموم کنم که گفتم که نظام جدید هستی ما برنمی‌تابه، یعنی هرگز پیش نیامده بوده که در نظام سلطنتی یک مخالف سیاسی رو که میگیرن یا زندانی میشه بیان خونه‌اش رو مصادره کنن. خانه ما با هستی و نیستیمون، و از همه مهمتر ای که مثلا یادداشتی که من از پژوهشکده بنیاد شاهنامه فارسی داشتم، چون همه نسخه‌های خطی جهان جمع کرده بودم اونجا برای اون کار علمی که داشتیم، بعدش آدم یه نسخه دومی هم برای خودش میگذره که تو کتابخونه‌اش بشه. این یکی در بله این کاملا درسته، و این که ببخشید من سوالام پراکنده است و ذهن شما رو برمیزنم. یه چیزی می‌خواستی بپرسی؟ الان من یه چیزی قبلا گفته به ذهن نبود می‌خواستم بگم. شما چه تاریخی ایران رو ترک کردید و به چه دلیلی؟ وقت بسیار کمی دارید. بله من در پاییز 1360 که دانشگاهم تعطیل شده بود، بعد از در آمدن دومین کتاب شعرم به نام گلخش، وقتی گلخش به من از کتابخونه گرفتم، چند نسخه توی کتابخونه رفته بودم با شادروان همسرم رویا که یادش زنده باد همواره، روحشون شد، یک جوانی در حالی که ظاهراً عبور میکرد از کنار من گفت استاد دو دقیقه فرصت دارید که از چاپخانه برید بیرون، معاصر است اینجا. در چاپخانه به مرحمت یکی از کارمندان توده یه چاپخانه که گفته بودم وقتی که این میاد کتاباشو ببره یا نمونه هاشو بگیره ببره ما رو به خبردار، او خبردار کرده بودن. من فقط تونسته بودم دو تا کتاب دستم بود که با رویا گفت که فورا ما آمدیم بیرون و سوار ماشینم شدم سمیرون آمدم. هنوز من نرسیده بودم، همینقدر فاصله بود، این توی لاله‌زار نو بود، چاپخانه زرد، رسیدم جلو انتشارات توس، پلو شادوان محسن باقرزاده، دیدم دارن تلفن میکنن پاسدارا به اونجا. محسن گفت نعمت پاسدارا ریختن چاپخانه، الان هم دارن میان اینجا. دیگه نعمت آمد دم، دیگه نعمت نیامد خونه، رویای گذاشت خونه، بعد من رفتم. من از اون موقع متواری بودن، اینا آمدن خونه ما که ما نبودیم، بعد یعنی من نبودم، یعنی پاییز 60، چون وقت نمونده این رو سوال میکنم، پاییز 60 ما آمدیم از و بلافاصله اومدین فرانسه. نه من آمدم به سراوان، آمدم به جنوب خراسان، آمدم به سراوان، شاگردی داشتم از بچه های فدایی، فامیلش هم ریگی بود، ایل ریگی هم اونجان که کشتن او یکیشون بود، یک ایله بل. ایل ریگی هم اونجاست، او ترتیب داده بود که من بیام به سراوان، از اونجا من از مرز بیارن به پاکستان.
و این کار انجام شد. تفصیلش مال فرصت بله وقتی نمونده نیست. آمدیم اونجا از پنجگور بعد سوار شدیم آمدیم به کراچی. از کراچی هواپیمایی که می آمد می رفت واسه یه پروازی بود تهران کراچی فرانکفورت. ما با همون پرواز آمدیم به فرانکفورت. من نخستین من به مرحمت سازمان امنیت و اطلاعات کشور پیش از این حاد پیش از انقلاب که این گونه خارج شدم از مشهد که به تهران آمده بودم تنها کشور خارجی که دیده بودم کرج بود. من با اینکه تو زندون اول خونریزی مغزی کرده بودم شورای علمی دانشگاه نوشته بود ایشون نیازمند قطعی است برای آنژیوگرافی مغز و آنژیوگرافی مغز کار خیلی خطیریه خیلی ظریفه ما توصیه میکنیم که ایشون باید برن به فرنگ که البته توصیه فایده نکرد و بگویم حالا اویم وقت میگیره که وقت واقعا ثانیه های آخر اینه اینجوری بود که ما آمدیم به دو هفته هم به اونجا بودیم به اصلا رسیدیم به فرانکفورت در یکی دو ماه در فرانکفورت بودیم و آمدیم شبهای شهری برگزار شد و آمدیم به برلین پایتخت و بعد اواخر چی بود زمستون اونجا گذراندیم اما بهار 61 بود که من آمدم به فرانسه و اجازه بدید چون واقعا وقت تمام شده به برنامه‌های دیگر تلویزیون دست می‌خواهیم زد دنباله گفته‌های شما رو در برنامه بعدی می‌شنویم با سپاس بیکران از محبت شما با سلام پنجمین و برنامه ما قبل آخر نام‌ها و یادها در حضور آقای نعمت آذر بار دیگر تکرار این مژده که برنامه بعدی و آخرین تماماً به شعر شاعر نعمت آذر اختصاص خواهد داشت. آقای آذر در وقت کمی که مونده در برنامه ما قبل آخر چون درباره ایران بارها در کتاب‌ها حتی در جستجوگر گوگل تا اندازه‌ای میتونیم اطلاعاتمون رو اندازه مکمل بکنیم بیایید اگر موافق هستید این بار رو فقط به پاریس در دوره بعد از تغییر حکومت بپردازیم. هلی. شما وارد فرانسه شدید اندیشمندان صاحب فکران همدل شما بسیارن همگی دور هم جمع شدید و بار دیگر شورای نویسندگان. بله من درست بیاد دارم که از ویژگی های نسل ما بود که هم اعضای مؤسس کانون نویسندگان ایران در تهران باشیم در 1347 خورشیدی جز جوانترین ها و هم باز اعضای هیئت مؤسس کانون نویسندگان ایران باشیم در 1161 در تبعید در پاریس. حدود یک سالی بود که به تفاریق دوستان از ایران می رسیدن به اروپا و به پاریس. در نیمه های سال 51 بود که این مسئله پیش آمد که می توانیم کانون نویسندگان ایران در تبعید رو در اینجا تأسیس کنیم. متنی نوشته شد بعد بنیاد کانون نویسندگان ایران در تهران با همان اساسنامه با همان چشمانداز های ضرورت مبارزه برای آزادی و اندیشه بیان با ذکر با تأکید این نکته که کانون نویسندگان ایران در داخل کشور در خارج از کشور مسئول کارهای خودشه و کانون مستقل از کانون نویسندگان ایران در داخل کشور چون اونجا هم یک موازاتی اتفاق افتاد. بله بله نه بخاطر اینکه کارهایی که ما میکنیم به گردن دوستان داخل کشور بیشتر از خودشون بار نشه. ولی با موافقت خودشون بود. بله 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 اساساً این درخواست بود و
هزارخانی با همین چیز بزرگ. یعنی شما صدای ساکت همکارانتون بودید در بیرون. دقیقاً با آقای منوچهر هزارخانی عضو هیئت از آخرین هیئت دبیران این چیز مأموریت دادن که آمد ابلاغ کردم. حالا که خودش بد نبود و اینا اونا بحث دیگه است. به افسر کانون نویسندگان شروع کرد به کار و یادم نمیره که شادروان پریبرز نه کامبیز روستا از دوستان جوانان قدیم برلین دور هم بودیم با خواستم هیئت دبیران انتخاب شود. او کامبیز گفت که من که بچه اروپایم میدانم دبیران خانون نویسندگان ایران باید آدمایی باشن که در مفهوم اروپایی کلمه اهل قلم باشن، یعنی اهل کخسیون باشن، آفرینش داشته باشن. کسی اگر 10 تا کتابم در تاریخ نوشته باشه او نویسنده نیست، او مورخ است. بنابراین بدون اینکه رأی بگیرید نعمت غلام حسین ساعدی، نعمت میرزاده، هما ناطق، ها این دو تا هم فقط باید حتما جزء ادبیران بشن. ساعدی یادش عزیزش بخیر با اون لحجه شیرین گفت من که طور کف نعمتم که بیشتر نشده. ما بالاخره زبونت گفتن خیلی خوبیه زبون بهتون بدیم خانم احمانت. بنابراین هیئت دبیران بلافاصله انتخاب شد، غلام حسین ساعدی، نعمت میرزاده، نعمت اعظم و خانم هما ناطق، دو دوره پشت سر همین داستان هم بود. اما موضوع کارم دقیقا بازتاب اونچه که در تهران گفتنی نبود. این دوره به چه موضوعاتی مفتخر هستید؟ چه کردید که در ایران نمیشد؟ ما این مایی که میگم به خصوص وقتی از خراسان میاد اینجوریه، ما هر کدومون سنت ادب در خراسان این است که شما شاعری، شما نویسنده ای، الزامی نداره از تاریخ بیهقی تا امروز نثر فارسی رو بشناسی. چه بهتر که بشناسی، الزام حقوقی نداره، الزام ادبی هم زیاد نداره. اما در سنت خراسان ما اینطور نیست. در سنت خراسان همراه شاعر خوب بودن باید ادیب باشی، ادیب در معنایی که بهاره، ادیب یعنی عارف به همه گوشه‌کنایه‌های علم بلاغت. حالا این بوده آدمی مثل من خب ابعاد مختلف داره. من یک نعمت آزرم شاعرم با یک کتاب شعری که مشهد 50,000 تیراژ، یک نعمت آزرم محققم تو زندانم و این بسیار زیبای اینجا گفته بشه، خیلی هم لازم به سرعت هم میگن این نامهایات ها درست همینجا باید گفته بشه. این در پیایند جشنهای 2500 ساله ایتالیایی ها یک پروژه بزرگ بودن 7000 سال فرهنگ ایران در ایران هم به عرض رسیده بود و شاه گفته بود بسیار خوبه همه امکانات بهشون بدیم کمک کنید. اون هم هیچی نمیخواستن آثار تاریخی اونا که میاده. اما یک دوره شاهنامه فردوسی چاپ به دانشگاه تهران خواسته بودن، چاپ انتقادی علمی اینا نداشتن. اینا نتیجه شده که به عرض که میخوام برسن بگن در جریان کاره دویده بودن مشتبه مینوی استاد ممتاز دانشگاه تهران که چند نفر به این درجه بیشتر نیستن صداش کرده بودن، به هر تقدیر بوده بود با به هر صورت قبول نمی کرده. سرانجام استاد اینجوری قبول کرده بوده که نوشته بوده که به این شرط میپذیرم که من کارهای اداری هیچ کار ندارم، من اشراف علمی دارم و هیئت علمی رو فقط خودم انتخاب میکنم، نه بهانه میپذیرم و نه توصیه، نه به توصیه کسی مزهیم عضو. بله یا پسر خاله. بله. حالا من تو زندونم بیخبرم. دکتر شفیعی بر من تعریف میکردی خیلی جالبه که همه بدونیم که استادای قدیم کیان ما کیم. میگه ما رو آمدم سر کلاس بیرون آمدم چایی بخورم، خانم رئیس دبیرخانه گفت خودت برسون با استاد مینوی تو اتاق استاد یحیی مهدوی دارن منتظر تو. میگه رفتم سلام کردم واسدم گفت آقای دکتر آمدید؟ گفت بله. گفت که اون برقه ها بردارید بخونید. میگه دیدم که پیشنهاد دانشگاه و وزیر فرهنگ که وزارت فرهنگ خرجش میده، دانشگاه کادر علمی میده اما خرج با وزارت فرهنگ نه، بره در آوردن یه دوره شاهنامه چاپ انتقادی علمی که اینجا نیست. ها
حالا مینوی داره تکلیف میکنه به دکتر شفیعی که بنویس که من حاضرم که عضو. شفیعی میگه که حضرت استاد ما افتخارمون شاگردی شما بوده، البته که افتخاره که با همکار شما باشه محمد رضا شفیعی کتکنی. میگه ایستادم بعد دیدم اینا سرگرم بحث درباره سهروردی هست، یحیی مهدوی بچه های امین الضربن، نوای حاج امین الضربن، هیچ کدوم حقوق دانشگاه نگرفتن، نه یحیی مهدوی نه علی اصغر. او گوشه های بالای بسیاری کتاب ها نوشته هدیه یحیی مهدوی انشاءالله دانشگاه دارن، پولشون رو گفتن چیز کنید لازم ندن، نه نوای حاج امین الضربن. خب به هر حال میتونستن. بله این ما بعد اینجا بگم. بعد میگه دکتر شبی میگه من گفتم از استاد هم اطاعت شده زده بیدید من گفت نه نه تمام نیست. گفتم از استاد شما متوجه نبودید من امضا کرده. گفت میدانم با این همه میگویم تمام نیست. گفت پس از استاد چه باید بکنم؟ گفت از طرف آقای آزم باید امضا کنید. گفتم حضرت استاد آقای آزم در زندان. گفت همین را میخواهم جلو پهلوت بذارم. نوشت از سوی برادرم نعمت آزم محمد زید. بعد ما دیدیم که یک دفعه هم سه سال هم شده سال دقت کن همه اینا رو، یعنی اینا همه پازل های یک چیزن. ها اون چیزی که یادم رفته بود اکنون یادم میاد. من باید با شرافت اخلاقی و علمی خودم بگم و میگویم و میایم از عهده بیرون. در نظام گذشته روشنفکر در معنایی که من از اون مراد میکنم از نظر دستگاه های امنیتی روشنفکر فرزند ناخلف نظام بود. نظام پدر مستبدی بود که از این فرزند ناخلفش خشمگین بود، اما پیوند خونی برقرار بود. در نظام اکنون مطلقا نیمی از کتاب های مخالف حکومت، فیلم ها، ترانه رو به خرج خود حکومت ساختن و این صداقت و صمیمیت شما حیرت آوره. بدونی که من هیچ کدوم اینا من در نظام پیشین از هیچ چیز نخواستم، خودم نخواستم جز کارهای حتی زندانش رو. بله حتی مخواهم اینه بگم، اما این واقعیت، این واقعیته که این دو شیوه هست و بوده. من یادم نمیه که بار دوم که من بازداشت شده بودم در تهران، اون مقام بعد از آقای ثابتی، آقای حسینزاده نامی بود که در کمیته مشترک ضد خرابکاری رئیسش بود. بعد هیچ یادم نمیره که اونجا صحبت سر یک بحث شد، ما رو صدا کرد، گفت ما خواهم به عنوان دو تا ایرانی با هم صحبت کنیم، نه زندانی و بازجوینا. وقتی ما گفته بودن آزادی باید برگردی، چون دفعه دوم ما چند ما بیشتر 7-8 ما بیشتر نبودیم، حقوقمون هم پس دادن با خاطر اینکه وقتی شما محکومیت پیدا نمیکنیم. همه اینا میگم که یک نکته فقط بگم و او بود که آقای حسینزاده با من که صحبت میکرد گفت که نظام گفت شما دیگه تشریف میبرید میرید سر کار دانشگاهیتون، میرید تو پژوهشگاهتون میشینید کارتون رو میکنید، اما هرچی هم دلتون خواست بنویسید، هر انتقادی هم خواستید از نظام بکنید، فقط چون شما این میهن و این آب و خاک و فرهنگ و تاریخ درتون سرشته است. گفت من میدانم شما از سر پا تا سر تا پا با این نظام مخالفید، اما بیش از اون از سر تا پا میهن پرست. بنابراین که شما، من این حرف فقط به شما میزنم، بروید سر کارتون هم میرید، هرچی هم خواستیم کار بکنید، فقط یادتون باشه این میهنی را که بسیار دوست داریم خوابهای آشفته برایش دیده شده. شما هیچ تقصیر ندارید. چند سال قبل از انقلاب؟ 3 سال، آخر 53 اول 54. گفت شما هیچ تقصیری ندین که از اینا بی اطلاعین. من همین امروز پیش از اینکه شما بخوین برگردین از شما خواهش میکنم یه دوره تاریخ و فرهنگ بره بچه های خودم که میخوام شما فهرست بدین. این کار تسلاییت شما، اما این هم تسلاییت ماه که به شما بگم این میهنی رو که دوست دارید خوابهای تیره براش دیده شده. کاری نکنید که نظام، کشور با نظام بره مخالفت به اونجا برسه. گفتم ما هرگز نه کار نداشتیم، ما اصلا داشتیم کارمون رو میکردیم. کتاب شعر سوری من رفته اجازه گرفته در آمده شما ما رو گرفتیم. خواستم بگم که این صداها بوده. او حرف بعد او ادامه داد گفت آخی فاجعه نیست بره کشور که یه حرف تاریخی هم زد، گفت فاجعه نیست برای کشور که آقای اسماعیل رائین
میره خدمت اعلی حضرت در تفریحات اسکی که دارن در سوئیس، اجازه سجل او بگیران انگلیس سجل مال فراماسون رو بند جلد سوم لوش صفحه اول آقای شریف امامیه، گفت از اون طرف به او اجازه میدن از طرف این فلان فلان شده ره. من نام حرفایی که گفت تکرار نمیکنم، از ریاست مجلس سنا برش نمیدارن، یعنی اعلی حضرت شاه هم میخواد این رئیس سنا باشه، مجلس سنا باشه، و هم در این حال از اون بر میدارن. میدونید که آقای آذر اسماعیل راین برای نوشتن این کتاب جان خودش رو گذاشت؟ بله شنیدم. میدونید؟ بله. مزاد میخوام میفهم. نه این نکته ظریف پارادوکسیال میخوام بگم که خب به هر حال در جمهوری اسلامی ایران هم حتما فراماسونری فعاله، ولی کیست که بداند کجا و کی و کی؟ حتما حتما خواستم اینو بگم که در هر حال داشتیم از فارس حرف میزدیم، ما اینجا که آمدیم باید سریع بگید باز منو ببخشید. بله. شیرین سخن میگید وقت نمیمونه. ما اینجا که آمدیم در یعنی از کارهای مهمی که کردیم، خب مهم نیست که من خوب دوستا کتاب کارهای خودم کردم، کتابای شعرم در آوردم که حالا میخونیم در برنامه بعدی، اما کار عمده تأسیس قانون نویسندگان ایران در تبعید بوده، برگزاری کنفرانس‌های درباره تاریخ و ادبیات ایران و صداهای خاموش شده، و بگویم که بیش از همه اما من شخصا بر سر این کلاس‌های درس خیلی تاکید کردم، چون به هر حال ما ناگزیریم بپذیریم که تمام مشکلات سیاسی برآیندی از مشکلات فرهنگی. با تشکر فراوان از شما در همینجا به بینندگان برنامه‌های تلویزیون ایران و فردا وعده داده باشم که کلاس درسی رو که ایشون صحبتشو میکنن نزدیکی‌های عید یک گزارش کامل در برنامه زیر آسمان پاریس خواهید دید، با دیدار بعدی در آخرین برنامه نام ها و یاد ها در حضور آقای نعمت آذر. با سلام، آخرین برنامه نام‌ها و یادها و ضبط تمام این سری برنامه‌ها در روز 25 اوت، یکی از گرم‌ترین روزهای پاریس، در حضور آقای نعمت آذر که وعده داده بودیم این برنامه به شعر اختصاص داده بشود، چرا که در حضور شاعر نام‌ها و یادها در اشعار ایشان به مرور زمان دیده شده است. آقای آذر، قبل از اینکه اشعار خودتون رو به میل خودتون بخونید، در اولین برنامه شعر کوتاهی رو خوندید، میخوام خواهش کنم یک بار دیگر اون رو برای همه ما تکرار کنید. یک نیمه عمر بوده ام در میهن، با هم من و میهنم همانا یک تن، در نیم نخست من در ایران بودم، در نیمه بعد هست ایران در من. ایران و زبان پارسی جان و تنند، چون واژه و معنیش به یک پیراهنند. پیروز گذشتند از آتش و آب، پیوسته جوان شوندگان کهنند. باقی است شکفته گل در اون رنگارنگ، آزادی و داد و آشتی و فرهنگ. با این همه رنگ گرچه سبز است به نام، گل بر سر نام با کسی نیست به جنگ، در اشاره به اون جنبشی که سبز مینامیدند. این نسل جوان زمان نو آورده است، برنامه خورشید برایان در دست. افریته بیداد و دروغ دیرین، این بار از این رزم نمی یارد رست.
من شاعر دادخواه بودم، هستم. یک عمر به رزمگاه بودم، هستم. در تیر شبی نیم صده طوفانی تصویرگر پگاه بودم، هستم. چون صبح جوانم و چو عالم پیرم، تاریکی و روشنایی شبگیرم. بیرون ز وجود خود ندارم مشکل، با باید و با نبایدم درگیرم. من شاعر ملیم، سخنگوی وطن. ایران به زبان من نهاده است سخن. فردوسی هم این مهر به میهن آموخت. میراث نیای من رسیده است به من. قبل از همه باید ادای دینی بکنم با این شعر نابهنگامی. چندی پیش کوتاه فقط میگم که چندی پیش که این شعر سروده شده بود، مال 20 سال پیشه بیشتر، خبر آمد که خبر رحلت جانسوز آمد که رهبر انقلاب بالاخره دار فانی رو ودا گفته است. تو هم با خبر این بود که بنای بسیار باشکوه و چوچهای که هرگز نبوده و مورد رشک امام رضا خواهد بود داره ساخته میشه. من یاد این شعر افتادم که تو این شعر سنگ قبر برای ایشون نوشته شده. این یادداشت کردم برای جانشین ایشون بر آدرس سفارت جمهوری اسلامی پست کردم که سید علی حسینی خامنه‌ای دریافت کند در تهران. یک یادداشت کنارش بود که چون چنین خبری شنیدم دریغم آمد که سنگ قبری مشایسته او نباشد. بنابراین اینه که من قبلا چون گفته بودم و چون 9 سال دقیقا زودتر از فوت این شعر گفته شده و به مصداق 9 سال زودتر این شعر سروده بودید قبل از فوت، و به مصداق این که حق تقدم با متقدمینه، اینه من میفتم اگر بهتر از این پیدا کردین که اونجا می نویسید، اگر بهتر از این پیدا نکردید به سنگ قبر که نخواهید کرد، همین رو بگذارید و بابت حق و تلیفش ما بابت سالهای دوستی های خراسان میگذاریم بابت او سال. این شعر هست به نام نابهنگامی، آناکرونیسم، تهران، 5 دی ماه 59، ایشون 67 چاپ شده بود تاریخ. کارنامه ایشان است و هم سنگ قبرش. هرگز چنین فجیع کسی خیش را به دار نیاویخت، در چهارراه باور مردم، بر قله بلندترین برج آرزو، در پیش چشم حیرت یک نسل. هرگز چنین فجیع کسی خودکشی نکرد، هرگز کسی بخیره چنین سیل پاک را روسوی باطلاق نکوشید تا روانه کند. آیا جزون چه کرد نمی داشت چاره هیچ؟ آیا کسی نگفت به او راه و چاه چیست؟ راهی به سوی اون چه به شایست کرد نمی دید؟ یا خود جزین نخواست، یعنی جزین نبود، یعنی عیار سنجی تاریخ هیچ کسی را در جلوگاه آینه کردار جز اون چه ذات اوست مجالی نمی دهد. در چهارراه داوری خلق، بر روی برج باور متروک، اینک جنازه است که بر دار خیش می پوسد، چون نعش باد کرده امید، اما هنوز بی سببی حرف می زند. در هر کرانه موج صدایش به گوش می آید و از هر کرانه کاروان جنازه به سوی گور روان است، با قتل عام باور مردم. این قتل عام باور خلق را آیا به فال نیک توانم گرفت؟ یعنی که ضربه ایست که باید فرود می آمد؟ یعنی که تندری است که اعصاب خواب رفته اندیشه رهایی را بیدار می کند؟ یا قتل عام باور دیرین به ناگهان زن پیشتر که فرصت تدبیر رهکشا باشد میدان به قتل عام های فراوان خواهد داد؟ در چهارراه روشنی وهم های دیروزین، بر شانه مناره لرزان، اکنون جنازه ایست که بر دار خیش می پوسد، اما هنوز گرم سخن گفتن است تا این جنازه
بر گور این جنازه چه خواهد نهاد، داور تاریخ باشد که این چنین بنویسد. زنگ قبر. اینجا کسی قنوده که بیش از هزار سال تأخیر در تولد خود داشت. او با زمان خیش معاصر نبود و کوزه سفالی قلبش گنجایش پذیرش دریای مهربانی یک خلق را نداشت او را نتاب بود که آوار اعتماد گرانسنگ خلق را بر دوش مومیایی فرهنگ خیش تحمل کند، نه بخت سازگار که در اوج جلوه محو شود، مثل ستاره‌ای که ز غیرت بسوخت جان شب و چون شهاب رفت. تقدیر او به گونه دیگر بود، در اشک شوق آمد و در منجلاب رفت. بر پلکان سرخ فلق برای سعید سلطانپور. وقتی صدا زدن تو را نیمه شب، در آسمان ذهن تو صبحی شکفت از افق خون. سلول های تنگ اوین با تو آشنا بودند، وون راه رو که گام صداهای واپسین شهیدان را در ذهن خون گرفته خود سال هاست که تکرار می کند. صبح از تو می دمید و فلق در تو می شکفت. تو شعر واپسین را در پای تپه های اوین در پیشواز صبح نوشتی به رنگ سرخ. شعر شهاب زندگیت را در آسمان خاطره میهن تاریخ می سراید روشنتر از سحر، در شعر پرسلابت مردان کار، در شعر ناسروده قوقای کارخانه و بازوی رنج. زانسان که خود تو نیز تاریخ را به هنجره سرخ شعر خیش سرودی. هر سال روز آخر خرداد در روی تپه های اوین، اون درخت های گل ارغوان که می دانی، گلبرگ های تازه به یادت نثار رهگذران می کنند. گلگونه مرد باش که در باغ و باد می مانی، بر پلکان سرخ فلق گام می نهی، در صحنه سفیده فردا سرود می خوانی. پاریس خرداد 1360. اول دفتر یک کتاب هم نوشته بودم، تمام هستی من نظر مهربانی بود، ستم در آمد و ناچار برگرفتم. ما شاید همش باید عاشقانه بگزنه. وامگذاری برای خسرو گل سرخی. اون نو شکفته اون گل سرخی که رست بر کرانه مرداب، و خشم سیلی بهمن به تند بادش داد، در گوش باد گفت ما را جز این حدیث و پیامی نبود کین خاک می تواند و می باید مرداب و شورزار بهاران کند. کردیم اون چه بایدمون کرد، این بود اون چه بایدمون گفت، باقی جوانه های نهان راست. تهران زندان خصم بهمن 52. خب یه شعر عاشقانه بود. در بهمن 52 تو زندون بودیم که خبر خسرو آمد. در غروب پاریس. اکنون کنار پنجره بانوی شعر ایستاده پریوار، گویی کنار پنجره شعر ایستاده است، شعر ظریف جادوی حافظ با گیسوان سنبل شیراز، با گونه های صبح نشابور، با چشم های چشمه آب حیات در ظلمات. باری کنار پنجره بانوی شعر، شعر غروب را به تماشاست و بازتاب شعله شفق از پشت شیشه
روی چهره گلبرگیش طرح لطیف ترین نقش های نارنجی. خورشید سوخته در تنگنای دره مغرب هنوز میتابد. بانوی شعر گیسوی انبوه روی شانه رها کرده در کنار پنجره باز، خاموش در نظاره گل نقش های باز پس این جلوه های خورشید است و پنجه نسیم هوس باز با گیسوی مجعد خرماییش به شیطنت و بازی. بانوی شعر محو تماشاست همچنان. او در کنار دره لیمویی غروب، در بیشه‌های سوخته ساحل افق، گویی سراغ گمشده ای دارد نزدیک و دور. اینک بلوغ کامل تصویر هفت رنگ غروب، موج غروب سوخته چونان مثل گداخته از ارتفاع پنجره، موج غروب سوخته چونان مثل گداخته از ارتفاع شیشه درون اتاق می ریزد. اندام پرنیانی بانوی شعر پیچیده در حریر نازک نارنجی، هر لحظه در نهایت خیش است. سن با وقار می گذرد. آقای آذرم، همونطور که میگویید هر لحظه در نهایت خیش است. شش برنامه یادگار در حضور شما، با اینکه نام ها و یادهای شما بیشمار است. با تشکر مجدد از آقای نعمت آذرم و در انتظار سری برنامه های دیگر با نام ها و یادهای دیگران.